بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امیدوارم سم تمام شما خوب و صحت مند باشین و خدا کنه که سه لکچر قبلی را مکمل شنیده باشین. لطفا اگر سوال داشتین حتما سوالتان را بپرسین تا ای که نافهمیده درس پیش نره. درس امروز ما در مورد الویولر آبسیس و سلولایتیس است. بنابر پیشنهاد پنتون چون لکچر های شما یک مقدار پس افتیده از کریکلم اصلیتان، انشالله هفته دوبار حداقل تا یک هفته یا دو هفته آینده به شما لکچر روان میکنم تا اینکه لکچرهایتان هماهنگ با کریکولمتان شد. شما در تصویر شماتیک یک دندان را میبینین که مصاب به کریز شده. کریز چی وقت با وجود میاد؟ وقتی که مواد غذایی خصوصا کاربوهیدرات در یک سطح هم خصوصا سطح اوکولوزل با وقت زیاد باقی بانه و مریض حفظ و صحیح ضعیف باشه و چون در اینجا باکتری ها وجود داره، این باکتری ها از کاربوهیدرات استفاده میکنه و محصولات یا تخمری که از کاربوهیدرات به وجود میایه او اسید است که ما به نام لکتیک اسید یاد میکنیم. این پروسه بیوشیمیک است که شما در درس بیوشیمی تان خواندین، تا کرپ سایکل. وقتی کاربوهیدرات تخمر پیدا میکنه، آخرین محصول کاربوهیدرات توسط حجرات بدن که کاربوهیدرات هم یک نوع حجره است، لکتیک اسید است. لکتیک اسیدی که افراز میشه از خود باکتری ها در سطح دندان وقتی که به مدت زیاد باقی میمونه، سبب دیمینرالایزیشن نسج سخت دندان میشه. یعنی منرال هایی که داخل مینای دندان است، خصوصا کلسیم و فسفر، او را از پیشش میگیره و او را داخل لعاب دهن منحل میسازه. وقتی که مینای دندان منرال های خود از دست میده، به این اصطلاح را ما میگیم که دیمینرالایزیشن توسط لکتیک اسید. این دیمینرالایزیشن در قسمت مینای دندان، چون مینای دندان یک عضو بسیار سخت است، با کندی پیش میره تا زمانی که تمام مینا در این قسمت از بین میره. وقتی که باکتری ها نفوذ میکنه در داخل دینتین، چون دینتین نسبت به مینای دندان نسج نسبتا نرمتر است، سختی و مقاومتش نسبت به مینای دندان کمتر است. یکی خود مریض در این قسمت وقتی که کریز رشد کرد، احساس درد و نارامی میکنه در مقابل بعض محرک ها. همچنان رشد کریز سریعتر میشه چون نسج مقاومتش کمتر است نسبت به مینای دندان و این خودم میرسونه به پلپ دندان. از این قسمت پلپ پرفوره میکنه، خود به طاقه که پلپ میرسونه و تمام نسج نرم دندانی را باکتری ها مهات میکنه. نسج نرم دندانی که در حقیقت نامش پلپ است، کوشش میکنه توسط فاکتورهای دفاعی در مقابل از این از خود دفاع نشان بده و کوشش کنه که حادثه را خونسا کنه، ولی مقاومت چندان نمی داشته باشه. بعد از گذشت چند روز بالاخره پلپ مکمل التهابی میشه و در ختم التهاب ساحه نیکروتیک میشه. پلپ اویه خود از دست میده و زمانی که یک نسج اویه خود از دست داد، مواد مغذی برش نرسید، به این معنی که اون نسج از بین میره. هم اکسیژن برش نمیرسه، هم مواد مغذی نمیرسه. وقتی که یک نسج در یک پروسه التهابی اویه خود از دست بده و برش اکسیژن و مواد غذایی نرسه و تبدیل شوه از یک حالت زنده به یک حالت مرده، امی اصطلاح را به نام نکروز یاد میکنه. پس در صورتی که دندان مریض به یک لوحه کریز آغاز شوه و مریض غفلت کنه، نره پیش دکتر و غم کریز خود نخوره، بالاخره پلپش التهابی میشه و پلپش سرانجام به یک حالت نکروتیک تبدیل میشه و حیات خود از دست میده. بازم وقتی که مریض غفلت میکنه، به این لوحه بازم پیش دکتر نمیره، غم دندان خود نمیخوره، این مواد باکتری ها وقتی که پلپ نیکروتیک میکنه، پایان میای به طرف ریشه و از ناحی اپیکس خارج میشه. وقتی که از ناحی اپیکس خارج شد، ما در این قسمت دو نسج میشناسیم. یکی نسج نرمه که بنامه پیریل یاد میکنه، درست؟ پیریل هم قبلا برتون تشریح کردم، نسج فیبروزی است که در بین سمنتوم و در بین استخوان قرار داره. یعنی یک طرفش با سمنتوم مهات است. شما این رنگ آبی را که میبینین، این رنگ سمنتوم است و این رنگ گلابی را که میبینین، این نسج پیدیل است. این طرف رنگ زرد رنگ خود استخوان است. پیدیل در بین سمنتوم و در بین استخوان قرار داره و خود استخوان در داخل لانش تثبیت کرده. وقتی که باکتری از اپیکس دندان خارج میشه و پیدیل هم کوشش میکنه که پیریل از زیر دست خود بیاره به اصطلاح و به طرف استخوان رشد میکنه، از طرف پیریل و از طرف استخوان، چون در اوج حجرات دفاعی فوق العاده زیاد است، در مقابل باکتری ها
دفاع صورت میگیره و دفاع در مقابل باکتری ها سبب میشه که یک مقدار اگزودات، شما میشناسین اگزودات مربوط به پلازماست، از اویه خارج میشه و در اینجا تجمع میکنه داخل یک کیسه فیبروزی. اینمی اصطلاح را به نام آبسه یاد میگیره. من این قصه را از اول شروع کردم به این رقم تا که شما معرفی شاین با آبسه. پس تجمع قیه که ما او را اگزودات میگیم، وقتی که اگزودات در ساحه همراه با باکتری ها یک جا شود، او را باز به نام قیه یاد میکنه یا چرک. تجمع قیه یا چرک در بین انساج رخوه، در بین انساج رخوه و الویول، انساج رخوه و الویول به نام چی است؟ به نام آبسه است. آبسه چی رقم تشکیل میشه؟ اغلبا از اثر پروسه کریز، ولی پروسه کریز تنها پروسه ای نیست که سبب تشکیل آبسه میشه. ما چندین ایتیولوژی دیگه هم داریم در مورد چگونگی تشکیل آبسه، ولی مهمترینش کریس است و من لازم دیدم که کریس از اول برتون تشریح کنم تا شما فهم آبسه بیشتر در ذهنتان القا شود. شما در این تصویر، یک تصویر واقعی است، دندان های شیری را میبینیم، سنترال و لترال، که هر دوش در قسمت اپکس خود آبسه داشته. بگمون اغلب مریض از طرف لینگوال خود کریس داشته، رشد کرده و طرف پلپ دندان، پلپ دندان نیکروتیک کردم. بعد از اینکه پلپ دندان نیکروتیک شد، رفته از اپکس خارج شده و انساج نرمی که در قسمت اپکس است اونا رو دوچار کرده و این تو داخل یک کیسه فیبروزی از اثر تجمع قی یک لوحه آبسه رو تشکیل داده. این آبسه است. در اتیولوژیش ما میخوانیم پریودونتیس. پریودونتیس در حقیقت التهاب انساج بیرهی و انساج نزدیک بدندان که او را به نام شما یک چپتر علیه دارم در مورد پریودونتولوژی حتما میخونین انشاءالله باز مفصل بحثش در اون مورد میشه. وقتی که مریض حفظ صحیح ضعیف میداشته باشه و در سطوح مختلف دندانیش کالکولاس و پلک دندانی جمع میشه، کالکولاس و پلک دندانی تنها منگ نیست یا تنها مواد غذایی باقی مانده نیست که مریض را نکشیده از دندان خود، بلکه مجموعی از باکتری و مواد غذایی است. مقدار زیاد باکتری ها در یک قسمت وجود داره. وقتی که باکتری باشه و مواد غذایی هم داشته باشه، طبعا او یک به شکل فعال میتونه که انساج نرمال بدن بالاش حمله کنه و اثر از عملی از او انساج پریدنسیوم التهابی میشه و ممکن نه اکثرا التهابی که در یک قسمت وجود داره به طرف اپکس دندان رشد کنه از طریق کیسه های از طریق کیسه های پریدونتال و بالاخره در ناحیه اپکس دندان یا بالاتر از او سبب به وجود آمدن آبسه شد. یک ایتیولوژیست به خاطر تشکیل آبسه. دومش پلپ نکروزس است که من مکمل قصه شده ایجا برتون کردم که چطور پلپ نکروزس ممکن سبب به وجود آمدن آبسه دندان شد. یا ای که بعضی مریضات چون بسیار تنبل و بسیار افزوسهی خراب دارن، از دندان خلالایی استفاده میکنن که بسیار منتن است. شاید بیخی از یک کس دیگر استفاده کنه یا او را به دفعات متکرر استفاده کنه یا بعد از یک استفاده میکنه در یک جای نامناسب میمونه، باز بالاخره به دفعه بعدی باز از اون چوبک دندان استفاده میکنه. انتانی که داخل چوبک دندان است و او را مریض در بین فواصل بین دندانی استفاده میکنه، ضمن از اینکه سبب التهاب نزد نرم دیگه قسمت میشه، ممکن سبب تشکیل آبسه دندان همچنان شود. آبسه دندان در مجموع بعضی اوصاف داره که ما او را به نام علائم کلینیکی میشناسیم. بیشتر آبسه های دندان گفته میشه که در دندان های شیری به وجود میاد تا به دندان های دائمی. چرا؟ دو علت داره. اول، یک طفل در مجموع مقاومت سیستمیکش نسبت به یک فرد کاهل ضعیفتر است. یک. دوم، نه انساج سخت تشکیل دهنده دندان شیری مینا و دندین در مجموع مقاومتش ضعیفتر است نسبت به یک دندان دائمی. وقتی که مقاومت دندان شیری از نگاه طبیعی ضعیفتر باشه نسبت به دندان دائمی، پروسه کریسی در دندانهای شیری زودتر تشکیل میکنه، زودتر رشد میکنه به طرف پلپ و زودتر سبب تشکیل آبسه میشه نسبت به یک دندان دائمی. وقتی که آبسه به وجود بیاد، آبسه ها میگه اکثرا کتلات مدور است، یعنی گرد است با قوام نرم.
وقتی که فشارش میدی همراه با انگشتت یا همراه با ماوت میرور احساس نرمی میکنی، ولی ممکن بعض وقت سخت باشه. اون هم از اثر ازی است که مریض مرحله حاد خود تیر کرده و آیستا آیستا رو پیش میره به طرف مزمن شدن. دو تا حالت ممکن کتلات سخت باشه، ولی مجموع در مجموع آبسه نرم است. شما فکر کنید داخل یک بقانه اگه او پرتین وقتی کل دست میزنی و نرم است، یعنی خود آبسه هم همون یک کیسه است که داخلش چرک است. این کتله توسط نزد فبروزی احاطه شده است. از نگاه هیستولوژی انسازی که این می آبسه را احاطه کرده خودش فبروز است و شما میفهمید فبروز از فایبروبلاست تشکیل شده و خود نزد پیدیل فوق العاده فجرات فایبروبلاستش زیاد است. وقتی که میکروبا از اپکس بیرون میشه و خودم میرسونه به انساز پیدیل، پیدیل در مقابل دفاع ازی فجرات فایبروبلاست انساز فیبروزی نو تولید میکنه و حداقل کاری که به خاطر دفاع کرده میتونه همی است که کتلات میکروبی و خود اگزودات داخل از نمیکیزه خود محصورش میکنه یا پوتش میکنه. درد در هنگام قرم، وقتی که آبسه در یک دندان تشکیل میشه و تو دندان قرم میکنی توسط ماوت میرور یا توسط انگشتت، مریض احساس درد میکنه. یا وقتی که میگی دندانای تو بجا بالا یکی دیگه، میگه که در وقت جویدن درد میکنه. در هنگام قرب مریض از خود درد داره. چرا؟ چون انساج پی دی ال دیگه قسمت آزرده شده یا التهابی شده. وقتی که تو از این قسمت فشار میری توسط انگشتت یا توسط ماوت میرور، این ناحیه چون ناحیه‌ای است که آزرده شده، در مقابل از این فشار عکس العمل نشان میده و مریض احساس درد میکنه. یک دوم، مریض ممکن احساس کنه که دندان ما لق است. یا وقتی که تویزر در این قسمت بند میکنی به طرف بوکل و لینگوال و تویزر تا جور میدی، یک درجه یا دو درجه یا نهایتا اگه آبسه فوق العاده پیشرفته شده باشه و همزمان چند دانه ریشه را در نظر چند دانه ریشه را مصاب کرده باشه، ممکن تا درجه سوم حتی احساس لقیق شما کنیم. چرا دندان در اثر پروسه آبسه لق میشه؟ علتش بسیار واضح است. وقتی که آبسه ها از اپکس خارج میشه و پیدیل در این قسمت میگیره، پیدیل تماما التهابی میشه و اثر التهاب ازی اگر مرحله حاد باشه دخاموی میشه، اگر مرحله مزمن باشه خود ضعیف میکنه. و وقتی که یا ضعیف میشه و فایبرهایی که پیدیل تشکیل داده خود سست میکنه، در مجموع چون تمام دندان سختی و عدم لق بودنش مستقیم ارتباط به پیدیل داره و پیدیل دیگه قسمت ضعیف شده و التهابی شده، طبعا دندان دچار لق شدن میشه. شما انشاءالله هدف ما رو گرفته. وقتی که پیدیل یگانه نسجی است که خود دندان داخل ساکتش مضبوط نگاه داشته، وقتی که پیدیل التهابی میشه طبعا دندان لق میشه. او که چقدر لق میشه ارتباط مستقیم به این داره که آبسه دندان به چی حد است و چند ریشهش همزمان مصاب کرد. ما در مجموع آبسه ها رو به دو بخش تقسیم میکنیم، آبسه حاد و آبسه مزمن. حاد زمانی است که از شروع تشکیل آبسه حداقل یک هفته یا 5 روز تیر شده باشه یا نهایتا 2 روز یا 3 روز. مزمن زمانی است که مثلا مقدار وقتش به 1 ماه و 3 هفته و 4 هفته میرسه. این فرق حاد و مزمن از نگاه وقت است، ولی از نگاه هیستولوژی و از نگاه لوحه کلینیکی فوق العاده با هم فرق داره. که چی فرق داره به اسلاید ها میخونیم انشاءالله. شروع میکنیم از اکیوت الویولر آبسس یا آبسه حاد. گفته میشه در تعریفش تجمع قی، وقتی که آبسس به این معنا که تجمع قی حتما است. دو تعریف هیچ فرق نداره، هم در قسمت اکیوت هم در قسمت آبسه. از اثر پروسه نکروتیک، چطور از اثر پروسه نکروتیک؟ چند دقیقه پیش مکمل تشریح کردیم. درد دندان های شیری و دائمی در زمان کوتاه چون اکیوت است و با درد خفیف است. شما وقتی که دندان میگن که نکروتیک است، به این معنا که مریض هیچ دیگه از او دندان خود احساس درد نمیکنه، ولی وقتی که آبسه دیگه قسمت تشکیل داد، باز ممکن کمک کمک درد مریض احساس کنه و این دردش آهسته آهسته رشد میکنه، تیز میشه، حتی درد بر شوتینگ پین یاد میکنه یا درد تفنگچه ای به اون اندازه ممکن در چند روز آینده همون دیگه احساس داشته باشه. چرا دندان خود نکروز کرده؟ چرا دیگه قسمت بازم مریض احساس درد میکنه؟ چون این دردش حال ناشی از دندان نیست، این دردش ناشی از نزج پریدینسیوم یا نزج احاطه کننده دندان است. او نزج نکروتیک نیست، او از خود عصب داره و از خود اویه داره. شما دیگه قسمت دندان رو میبینین که بعد از اینکه تریتمنت شده، پولپ کپ شده، به احتمال بسیار قوی دچار نکروز شده، میکروبا از ساحه رشد کرده و دیگه این قسمت یک آبسه ای را برای مریض جور کرده. تا رادیوگرافیک
شما انشاءالله رادیولوژی را که خواندیم باز این اصطلاحات بیشتر میخوانیم. در یک تصویر رادیوگرافیک نزدیک که زیاد سخت است به رنگ سفید معلوم میشه، کوره به نام رادیوپک ما برش میگیم، یا رادیوپیسیتیش بالاست. نزدیک سختیش کم است، کمتر منرالایز است و یایی که نزد نرم است او به شکل سیاه معلوم میشه که او را ما به نام رادیو لسنتیات میکنیم. شما دهی دندان مثلا میبینید مینا و دنتین نزد سخت است به رنگ سفید معلوم میشه و پل به دندان که نزد نرم است به رنگ سیاه معلوم میشه یا رادیو لسنت. استخوان مندیبولا این به احتمال قوی دندان های پایان است، چون از انساج سخت و مندولی تشکیل شده به شکل نرمال باید رنگ سفید داشته باشه، مگر اینکه در ساحه پروسه التهابی شروع شود و از اثر پروسه التهابی یک مقدار از استخوان ذوب شود و چون دوجا کیسه آبسیی تشکیل میشه، وقتی که از مریض عکس میگیری اونمو ساحه را به شکل رادیو لوسنت شما در تصویر دیده میتونید. این از نگاه رادیوگرافیک بود. وقتی که آبسه تشکیل شد و مریض به لوحه آبسه در کلینیکت مراجعه میکنه، تداوی چی رقم است؟ عمدترین حالت تداوی و یا هدف اصلی تداوی بیرون کشیدن از این آبسه است، چون مشکل اصلی را که فعلا مریض داره تجمع از این آبسه است و این تجمع از این آبسه هم در قسمت قی است هم در قسمت میکروب است. تو به هر رقمی که میگه شده این اول پس کن، دو راه داری به خاطر از اینکه تو این آبسه را پس کنی. اول بر مریض انتیبیوتیک حتما میدی و هر دو حالتش انتیبیوتیک لازمی است، یا ای که میگینی قسمت شق کن و به شکل میخانیکی با فشار آبسه را ساحه پس کن، اگر لازم بود خیاطه بزن یا ای که لازم نبود نزن. او ارتباط به شما فهمیدن دیگه، ارتباط به حجم کتلتان داره که آیا شما چقدر شق میکنین، آیا واقعا شق میکنین یا ای که فرض مثال از طریق اندوپروب هم میتونین که این قسمت یک سوراخ کنین. اندوپروب مثل چی وارس؟ مثل سند وارس یا مثل اکسپلورر وارس سوزن است، ولی قسمت زده میشه فشار میدی قیمه برایه تو دیگه باز لازم نیست گوره پس بگیری خیاطه بزنی. یا میگه از این طریقه ایره چی کن آبسه تا دریناش کن، یا ای که میگه نه سر دندان واس کن از بالا تداوی اندودنتیک کن، پل جنبر خودت سراخ کن، کانالایت مکمل پاک کن و وقت بده برای آبسه که پس داخل اپکس شد و از اپکس به پلپ چمبر بیه و از پلپ چمبر دوباره خارج شد. این را بهتر است به خاطر که شما منبع انتان در این را مکمل از بین میبرین، چون منبع انتان در حقیقت خود کیسه آبسه در این قسمت نیست، منبع انتان پلپ نکروتیک تان است. شما پلپ نکروتیتان را توسط تداوی اندودنتیک مکمل از بین میبرین و راه را و مسیر را باز میکنین به خاطر آبسه که دوباره از طریق اپکس دندان بالا بیه و از طریق پلپ چمبر تخلیه شد. در هر دو حالتش تجویز انتیبیوتیک مهم و لازمی است. آیا بعد از اینکه ما آبسه را کشیدم لازم است که ما دیتو دندانم بکشم یا نکشم؟ اگر دندان شیری بود ارتباط مستقیم به این دارم که مریض آیا دندانش لقش یا نیست. اول اگر درجه لقیش زیاد بود دندانو بکش، دوم اگر درجه لقیش کم است سن و سال مریض پرسان میکنی، بعد از فهمیدن سن و سال مریض حدس میزنی که چقدر برای دندان دائمیش وقت است که خروج کنه. اگر مثلا 4 ماه مانده بود یا 3 ماه مانده بود باز لازم نیست که دندانش را سیو کنی، دندانش را بکش مریض راحت کو 3 ماه بعد بیاد یک صاحب یک دندان جدید میشه. ولی اگر 2 سال یا 3 سال مریض وقت داشت که دندان دائمیش خروج کنه باز و همچنان دندانش هم زیاد لق نیست، باز زیاد منطقی نیست که دندانش رو بکشی، چون وقتی که دندان شیری از این قسمت کشیده میشه دندانایی که در پهلوی هم است دندان قدامی میل داره که به طرف پشت سر بره و دندان خلفی میل داره که به طرف پیشو بره، ساحه را تنگ میکنه برای دندان دائمی که قرار است در مدت 2 سال یا 3 سال خروج کنه. یک بی‌نظمی رو شما برای مریض ایجاد کردین. ولی اگر نهایتا مجبور بودین به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی باز شما از فضا نگهدارنده یا اسپیس منتنر حتما استفاده کنین. پس دندان شیری ارتباط مستقیم به این داره که دندانش لق است یعنی، و ارتباط مستقیم به این داره که دندان دائمیش چقدر وقت نیاز داره که خروج کنه. اگر دندان دائمی بود مثلا این دندان دائمی است و آبسه هم داره، شما تداوی آبسه کوشش میکنین بکنین آیا می دندان سیف کنم یعنی، این ارتباط به این داره که ذوب ریشه ای آیا دندانش شده یا نشده.
اگر ذوب ریشه‌ای در چند دندان همزمان به وجود آمده بود از اثر از این پروسه پاتولوژیک و مریض لقی بین 2 تا 3 درجه داشته باشد و این آپسی ها دمی قسمت تنها محصور نمانده ای رشد کرده و حتی ناهی فوکشن هم گرفته بوزه و قسمت شما اگر بخواین هم دندان صیف کرده نمیتونین مجبور هستین که دندان بکشین ولی اگر این تو یک لوحه باشه و هیچ ریشه در یک قسمت ذوب نشده مگر یک مقدار بسیار کمی از اپکس و آپسی به طرف ناهی بایفورکشن زیاد نرفته فقط یک ریشه را گرفته این دندان قابل سیف است شما آپسی را تخلیه میکنین برای مریض انتیبیوتیک میتین تداوی اندودنتیک که تانا کوشش میکنین به بهترین شکلش انجام میتین دندان سیف میشه این قسمت تداوی آپسی هست کرونیک چی هست؟ وقتی که مریض به لوحه اکیوت پیشتان مراجعه نمیکنم یا ای که پیشتان مراجعه میکنه شما تداوی درست برش انجام نمیتین ای از این حالت انتقال پیدا میکنم بیرون میره استخوانی که به طرف بوکال است یا به طرف لینگوال است و اکثرا به طرف لینگوال بوکال ببخشین او را سوراخ میکنه و خودش مسیر خروج بر خود پیدا میکنه این حالت به نام فیستول یاد میکنه شما در این تصویر میبینین یک دندان سنترال دائمی است قبلا در این قسمت یک تجمع آپسی بوده حالا میبینید که تجمع آپسی بسیار ناچیز است و یک سوراخ میبینید که استخوان سوراخ کرده و آپسی خود بر یعنی خودش بر خود راه خروج پیدا کرده این حالت به نام مزمن یاد میگیره در این حالت میگه در مریضان درد خفیفتر است نسبت به اکیوت چرا درد خفیفتر است به خاطر از اینکه در این قسمت تجمع آپسی وقتی که وجود دارد چون تو یک کتله است و کتله بالای عصب فشار وارد میکنه و مریض یک مقدار درد احساس میکنه وقتی که کتله راه خروج به خود پیدا میکنه و به شکل طبیعی دریناژ میشه دیگه به او اندازه قبلی بالای اعصاب فشار وارد کرده نمیتونه از این خاطر درد مریض حالت کرونیک نسبت به حالت اکیوت ضعیفتر است دندان معروض با خود فیستول داره و قی از او خارج میشه دندان به طور حتمی در این حالت نکروتیک است چون منشه اصلی دیگه قسمت پلپ است و پلپ وقتی که نکروزی میشه انتقال میکنه به طرف اپکس در اپکس آپسی جور میشه و بالاخره از سرحدش به فیستول میرسه یعنی لوحه فیستول است تداوی مشابه تداوی شکل حادث ضرورت به تکرار کردنش نیست اما مراحل را که شما در مرحله حاد در نظر میگیرین حتما باید در مرحله مزمن در نظر بگیرین یک فرق اضافی است در دندانایی که فیستول تشکیل شده فرقشی است با نوع حاد فرق تشخیصی شما به خاطر از اینکه فرض مثال آل خوابسی بسیار مشخص بالای اپکس از دندان است بعضی اوقات اینی آپسی در بین از دندان قرار میگیره و این دندان یک مقدار کریز داره این دندان یک مقدار کریز داره عکس میگیری صحیح تشخیص کردن نمیتونی که واقعا این فیستول مربوط به این دندان است یا به این دندان است گوتاپارچا رو شما دیده باشه چون این قسمت سوراخ است یک گوتاپارچا رو از این قسمت داخل میکنی پیش میبریش خب پیش میبریش تا جایی که پیش میره بعد از او باز عکس میگیری عکس که گرفتی مسیر گوتاپارکا را تعقیب میکنی که به کدام دندان رفته آیا به بیخ ریشه ای از این دندان رفته یا به بیخ ریشه ای از این دندان رفته اگر به این دندان رفته بود فیستول مربوط به این دندان است اگر به این دندان رفته بود فیستول به مربوط به این دندان است بحث دوم امروز ما در مورد سلولایتیس است اگر آپسی خود از اون مناهیه که محصور شده بود تانست بکشه و با انساج نرم خود برسانه و یک مقدار زیاد از انساج نرم مصاب کنه او حالت به نام سلولایت یاد میکنه التهاب منتشر انساج نرم است وقتی که گفته میشه نسج نرم یا نسج منظم نسج نرم یا نسج منظم از نوعی هیستولوژیک متشکل از حجرات و ماده بین الحجروی است ماده بین الحجروی خوبی های زیاد خود داره از او اگه دو دانش نام ببریم یکیش فیبرونوجن است و دیگه هم هیالورونیک اسید است فیبرونوجن و هیالورونیک اسید میکروب ها را مانع میشه که رشد کنه حرکت کنه کلونی بسازه و بالاخره یک حالت التهابی را ایجاد کنه ولی بعض میکروب ها هست که ذاتا انزایم هایی داره که هیالورونیک اسید و فیبرونوجن تجزیه میکنه و وقتی که یا تجزیه شد بر خود این زمینه را مساعد می سازه که در بین انساج نرم نفوذ کنه و این میکروب ها به داخل آپسی دندان ها وجود داره میکروب هایی که سبب تشکیل آپسی ها میشه اغلبا این انزایم ها را داره او کدام دو انزایم است که هیالورینیداز که سبب تجزیه هیالورینیک اسید میشه و فیبرینو لایسین که سبب تجزیه فیبرو
ببخشید فیبرونوجن میشه. ایدو انزایم وقتی که این مواد بین الحجروی رو تجزیه کرد، برای میکروب زمینه رو مساعد میکنه که حرکت کنه به طرف انساج نرم. وقتی اونها حرکت میکنه به طرف انساج نرم، فضاهای وجهی رو میگیره، یعنی فضاهای وجهی رو اشغال میکنه. شما شاید در جراحی در مورد فضاهای وجهی معلومات داشته باشین. ما در چهره بعضی فضاها داره کوره با نام فضاهای ذخیروی یا پتانسیل اسپیس یاد میکنه. اینا تا به شکل نرمال فضا نیست، تا زمانی که دو قسمت میکروب حرکت کنه و اگزودات دو قسمت به وجود بیه و سبب تشکیل فضا شود، یعنی به خودی خود فضا نیست تا زمانی که میکروب دو قسمت رشد و حرکت میکنه. سلولایت حرکت میکنه به طرف فضا و فضاهای وجهی را میگیره با کمک اینو دو انزایم خود و اینی حالت به نام سلولایت یاد میکنه. سلولایت برعکس آبسه و برعکس فیستول یک لوحه عادی کلینیکی نیست، در بعض واقعات حتی خطر حیاتی برای مریض داده میتونه. مثلا شما یک اصطلاح رو شاید شنیده باشین به نام کاورنوس ساینس. کاورنوس ساینس یک فوهه است که در داخل از او اکثرا آورده های وجهی جمع میشه و این هم با وجه ارتباط داره و هم با مغز ارتباط داره. اگر میکروب ها بتونه خود به کاورنوس ساینس برسن، از طریق کاورنوس ساینس میتونه به دماغ بره و سبب التهاب ناحیه مننج شود، کوره به نام مننجایتیس یاد میکنه و یک خطر حیاتی است. اگر نواحی پایان بگیره، این مربوط به فک گلویز، اگر فک سوفلی را بگیره، از طریق فضا و فیشا حتی خود میتونه به انساج قلبی برسونه و سبب التهاب عضلات قلبی شده میتونه، کوره به اصطلاح قلبی به نام اندوکاردیاتیس یاد میکنه. یا در قسمت پایان ما اینجا سه فضا را میشناسیم: سب منتال، سب لنگوال و سب مندیبولار، مربوط به فک سفلیس. در بعض وقتا وقتی که سلولایت به وجود میاد، ممکن هر سه فضا را همزمان بگیره و این تیک لوحه را برای مریض بده. هر سه فضا همزمان گرفته میشه، میبینین چقدر التهاب منتشر است. سب منتال هم گرفته، سب لنگوال هم گرفته، سب مندیبولار هم گرفته. این تشریح از این فضاها خارج از مبحث امروزتان است. شما اگر علاقه مند بودین این سه اصطلاح را که ما برتان حالا خواندم نوت میگیرین، برین یک دفعه در مضمون مربوطش مطالعه کنین که فضا چی رقم است و چطور اشغال میشه. وقتی که این سه فضا همزمان توسط سلولایتیس گرفته میشه، این را به نام لودویگ انجینا یاد میکنه. لودویگ انجینا مرضی است که همزمان سه فضا را اشغال میکنه و بر مریض فوق العاده خطر حیاتی میده. چرا؟ چون این به حد رشد میکنه که زبان بالا میبره، از طرف پایان فشار میاره و زبان بالا میبره و ممکن یکی مریض چیز خوردن نمیتونه، بله کردن نمیتونه و حتی سبب بندش طرق تنفسی میشه از طرف پشت سر. تو فکر کن که کسی هست که دستایت میگیره و میخواد تو رو خفه کنه، هم نمیمونید که نان بخوری، هم نمیمونید که تنفس کنی. ای تو لوحه را اگر شما باید تو یک لوحه مراجعه کردین، این کارش تا کلینیک نمیشه، باید ارجاع شده به طرف شفاخانه. در شفاخانه اولین کاری که میشه برش انتی بیوتیک واریدی داده میشه، دفعتاً در این قسمت تراخیستومی میشه، گردنش باز میشه، تنفس که مریض میکنه از طریق آلات مصنوعی تراخیستومیست. بعد از او این قسمت شق و دریناژ میشه و تمام میکروبایش کشیده میشه و اگر 24 ساعت غم مریض با این لوحه خورده نشه، به احتمال بسیار قوی منجر به مرگ میشه. پس تداوی سلولایت هم شما فهمیدین، ارجاع میشه در اکثر حالات به شفاخانه. برای مریض ادویه میتین، کدام ادویه؟ انتی بیوتیک میتین. انتی بیوتیک هایتون واسه یو تایف باشه، هم باکتریوسایت باشه، هم باکتریوستاتیک باشه، هم گرام منفی را بگیره، هم گرام مثبت را بگیره در اکثر واقعات. و خوب است که برش وریدی بتن، چون انتیبیوتیک میکروب از بین میبره، از این خاطر برش میتن. انالجیزیک چرا برش میتن؟ چون التهاب در ساحه کم میکنه و همچنان درد مریض مرفوع میکنه. و کیموتریپسین برش میتن. کیموتریپسین یک نام کلان است، یک نام عام است، مثل انالجیزیک و انتیبیوتیک و یا در حقیقت انزایم هایی است که التهاب در ساحه کم میکنه، مثلا شیمورال. شما این دوار دیگه قسمت فامیلین دوای فارموکولوژی که به خاطر تداوی سلولایت میتین. در قدم بعدی باز شق و دریناژ میشه و مریض راحت میشه. ما امروز در مورد آبسه و در مورد سلولایت فامیلین و گفتیم که علت عمدهش کریس دندان است و چطور رشد میکنه، انساج میگیره و شده به تشکیل آبسه میشه و بالاخره اگه آبسه تداوی نمیشه یک فیستول در ساعت تشکیل میشه و اگه
در بعضی حالات اگر یعنی معافیت مریض اگر کم باشه و همزمان وایرولاینس میکروب قوی باشه، سبب تشکیل سلولایت میشه و سلولایت یک مرض عادی نیست، در بعضی حالات خطر حیاتی داره. یکی چرا هم خطر حیاتی داره تشریح کردیم مکمل. خدا کنه که لکچر امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر سوال هست حتما بپرسین، پیشنهاد و انتقاد هست حتما مطرح کنین، انشاءالله پذیرفته میشه. تشکر بسیار زیاد از توجهتون، وقتتون خوش.